پادکست سیاسی روز در ایران آزادی، تحلیل مهمترین مسائل روز. به پادکست تفسیر سیاسی روز گوش می دهیم. حداد عادل نخستین سنگ بنای وفاق ملی را گذاشت. تنفیذ پزشکیان، حداد عادل، کیهان و عباس عبدی. گرچه خامنه‌ای با ضرب و زور فراوان سعی کرد روز تنفیذ رئیس جمهور جدیدش همه از جمله مجلس اصولگرا و جبهه پایداری رو به سکوت و همراهی وادار کنه، اما اظهارات حداد عادل باعث تنش‌های جنگ و دعواهایی در این باب شد. افراد مختلفی در روز تنفیذ پزشکیان سخن گفتند که در صدر اونها خامنه‌ای بود. بقیه نیز به تبعیت از وی سعی کردند خود را همسو نشان دهند که مغضوب خامنه‌ای قرار نگیرند. اما در این میان حداد عادل نکاتی گفت که کاسه و کوزه ها را به هم ریخت، در حالی که خامنه‌ای مجلس را به تعامل در رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی فرا می‌خواند، حداد عادل خواسته یا ناخواسته ساز مخالف کوک کرد. وی گفت اگر آقای پزشکیانی که ما در مجلس می شناختیم خودشان در مورد انتخاب وزرا تصمیم بگیرند، به نظر من مشکلی نخواهند داشت. قاعدتا هم خودشان تصمیم می گیرند. این حرف من هم جسارت تلقی نشود، ولی اگر خدای نکرده این طور باشد که یک فهرستی جلوی ایشان بگذارند و بگویند که اینها را ببرید مجلس، این ممکن است که درد سرساز باشه. قطع یقین این حرف معنای خاص خود را دارد، همونطور که هر کلمه‌ای معنای خاص خود را دارد. حالا در جایی که خامنه‌ای به تعامل مجلس با پزشکیان فرا می‌خواند، این اظهارات بر پزشکیان و جبهه اصلاح طلبان قلابی سخت آمده است. عباس عبدی از اصلاح طلبان قلابی و از اعضای کمیته شورای رهبری به ریاست ظریف که وظیفه تعیین نامزدهای احتمالی برای کسب منصب وزارت به پزشکیان رو دارن، به این اظهارات حداد عادل واکنش نشون دادن. عبدی نوشته چگونه می شود که حداد عادل در مقام سخن فاقد استحکام کافی نظر باشد؟ اگر معتقدید که آقای پزشکیان قاعدتاً خودشان تصمیم می گیرن، پس دیگر چه جای بحثی برای بقیه حالات می ماند؟ جنگ عباس عبدی با حداد عادل. عبدی ادامه می‌دهد و اگر معتقدید که پزشکیان کسی است که فهرستی را به دست او بدهند که ببرد مجلس، در این صورت چه تعریضی از این بالاتر است؟ عبدی ادامه داده چه تناسبی است میان آن قاعده اول شما و این گزاره اخیر که لیستی را به دست او بدهند که ببرد مجلس؟ اگر صداقت باشد باید با عذرخواهی جبران شود. با گفتن اینکه این حرف جسارت تلقی نشود، مسئله هر نمیگردد. آیا میتوان از این گونه تعریض ها خطاب به شما گفت و متذکر شد که جسارت تلقی نشود؟ شاید قیاس به نفس و گمان شده که آقای پزشکیان هم مثل دیگران هستند که لیستی را بگیرند و ببرند مجلس. حالا این سخنان عبدی به اصولگرایان مرتجع سخت آمده و باعث بالا گرفتن تنش ها شده. کیهان خامنه‌ای دست به قلم شده و در مورد این اظهارات عبدی در مورد سخنان حداد عادل در روز تنفیذ نکاتی نوشته است. کیهان با تیتر حداد عادل چگونه آب در لانه مورچگان ریخت، از جمله نوشته است: عصبانیت عبدی در حالی است که برخی از مجرمان و محکومان امنیتی مانند تاجرنیا، شکوری راد، جلایی پور، ابراهیم شیخ، فیاض زاهد، مرعشی و غیره در این شورا نشانه انحراف از مسیر انتخاب افراد اصلح است. کیهان افزوده است به موازات اصلاح طلبان قلابی در این روند لابی و زد و بند فراوانی برای تعیین وزرای پیشنهادی کردند. به حضور برخی عناصر از قول کیهان سوپر رادیکال نیز اشاره شده است. کیهان در پی سخنان حداد عادل و عبدی ادامه داده از همه بدتر ترکیب غالب در شورای راهبری قضایی است. افرادی چون الیاس حضرتی، محسن رنانی، جواد ظریف، عبدی تبریزی، شهیندخت ملاوردی، بیگدری، صالحی امیری و خانیکی از این جمله‌اند که مخالفت و جنون کیهان را در پی داشته است.
دولت وفاق ملی سرابی بیش نیست. کیهان استدلال کرده که اینان هیچ سررشته‌ای در مورد وزرای وزارتخانه‌های تخصصی ندارند که بخواهند به پزشکیان مشورت بدهند. در ادامه کیهان دو تابلو پیش روی پزشکیان می‌گذارد. اول اینکه افراد مد نظر اصولگرایان مرتجع را معرفی نکنند و به لیست شورای راهبری بسنده کنند که کیهان بریده و دوخته که مجلس به آنان رأی نخواهد داد. حالا که کیهان در روند رأی اعتماد چه نقشی دارد؟ جای سوال است. تابلوی دومی که کیهان مقابل پزشکیان می‌گذارد این است که افراد دارای اهلیت به زعم کیهان را معرفی کند که در چنین صورتی مجلس همدلانه‌تر تصمیم خواهد گرفت. این جنگ قدرت آشکار در بستر رسانه هاست. کیهان سپس نتیجه گیری کرده، حداد عادل دقیقاً به هدف زده و آب در خوابگاه مورچگان ریخته است. اشاره به اصلاح طلبان قلابی و شورای راهبری ظریف و عباس عبدی است. اظهارات رد و بدل شده از توصیه خامنه‌ای به تعامل مجلس با پزشکیان تا حداد عادل تا عباس عبدی تا اظهارات کیهان یک تعبیر و تفسیر بیشتر ندارد. در تعادل قوای پایین، خامنه‌ای و شکننده بودن وضعیت وی که پسامرگ رئیسی رقم خورد، کار به جایی رسیده که حتی فرمان آشکار خامنه‌ای رو کسی به ریالی نمی‌خرد. جنگ بر سر هر موضوعی چنین بالا می‌گیرد و قطعاً بالاتر هم خواهد گرفت، چون انتخاب وزرا جنگ قدرت و ثروت بین باندهای مختلف است که لابد از سهم ارث پدری خود را می‌خواهند و این چنین برای آن یقه‌درانی می‌کنند. هرچه به پیش می‌رویم بر دامنه این یقه‌درانی‌ها و جدال‌ها نیز افسوده خواهد شد. این گسستگی و بی‌نظمی مشهود از علائم دوران پایانی حاکمیت ملایان محسوب می‌شود. حال با این اظهارات حداد عادل پیدا کنید دولت وفاق ملی را. این جنگ قدرت و ثروت بیشتر به حکومت نفاق ملی میماند تا دولت وفاق ملی.